شهادت آیت الله رئیسی، رئیس جمهور فقید ایران و همراهان شهیدش در سانحه بالگرد حامل ایشان در ایران موج گسترده‌ای از واکنش‌ها را در محافل سیاسی و رسانه‌ای جهان پدید آورد. در انگلیس رسانه‌ها و تحلیلگران از آغاز انتشار این خبر ابعاد مختلف این موضوع و واکنش‌ها به آن را پی گرفتند. President Raisi is missing tonight after a helicopter crash. President Raisi and the Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian have been found dead at the site of a helicopter crash. Well, this accident has now been confirmed. A major search operation is underway. Then traveled across Iranian territory. پس از انتشار خبر شهادت خدمتگزاران ملت ایران، مردم کشورمان با حضوری گسترده شهیدان خود را بدرقه کردند. اما رسانه‌های انگلیسی تلاش کردند از ابعاد این مراسم بکاهند. شبکه تلویزیونی اسکای نیوز انگلیس در حالی گزارش داد هزاران نفر در مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور و همراهانش شرکت داشتند که تصاویر همین شبکه از نمایش انبوه حاضران قاصر بود. Iran's President Raisi is missing tonight after a واکنش خبرنگاران و رسانه‌های انگلیسی زبان در غرب به این فاجعه متناسب با مالکان و مشی سیاسی این رسانه‌ها متفاوت است و کارشناسان سیاسی نیز دیدگاه‌های گوناگونی دارند. ما نمی‌دونیم که حکومت ایران چگونه این خبر را منتشر می‌کنه تا مانع بروز ناامنی و بی‌ثباتی بشه. چون تا جایی که ما میدونیم حکومت ایران مهار امور رو کاملا در دست داره، اما با اینکه نارامی‌های تظاهرات دو سال پیش رو پشت سر گذاشته هنوز با بحران مشروعیت روبروئه. بنابراین باید با دقت و احتیاط رفتار کنه. لطفاً ابتدا اجازه بدهید بگویم که رئیس جمهور رئیسی خودش را وقف ایران کرد، وقف مردم ایران کرد، خودش را فدای ارزش‌های فرهنگی و معنوی ایرانیان کرد. ایشان فدای انقلاب اسلامی ایران شد. در گذشت ایشان خسارتی بزرگ برای ایران و ایرانیان بود. تاریخ از ایشان با نیکی و مثبت یاد خواهد کرد، زیرا ایشان بدون وقفه و صمیمانه برای کشور ایران و مردمش کوشید. از نظر من ایشان یکی از بهترین سیاستمدارانی بود که ایران در سالیان اخیر داشت. پس از فقدان فاجعه بار آقای رئیسی، من یقین دارم که امنیت، ثبات و روند رشد اقتصادی ایران ادامه خواهد یافت. اقتصاد ایران مزایا و ویژگی‌های خاص دارد. میزان عدالت اجتماعی در ایران بالاست و مهمتر از همه ایرانیان مردمی بسیار وطن دوستند، مردمی پاک و دیندار. بنابراین ایرانیان هیچگاه اجازه نخواهند داد نیروهای بیگانه دست به کاری بزنند که امنیت و ثبات کشورشان را به خطر بیندازد. رویکرد رئیس جمهور فقید رئیسی در دفاع از کیان کشور سبب شد رسانه‌های انگلیسی نتوانند خشم خود را از آن پنهان دارند. درباره رئیسی میتونیم بگیم که یکی از تندروترین رؤسای جمهور ایران بوده. او کسی بود که در پاسخ حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق، نخستین حمله مستقیم ایران به اسرائیل را انجام داد و صدها پهباد و موشک ایرانی را همچون موجی پس از موج دیگر روانه اسرائیل کرد. در دوران رئیسی حمایت ایران از شبه نظامیان یمن، حزب الله در لبنان، حماس در فلسطین و گروه‌های عراقی تشدید شد. اگرچه قدرت در دست رهبر ایران است، رئیسی کاملا تلاش کرد تا اهداف ایران را محقق کنه. هرچند جانشین تندرو دیگری به جای او خواهد آمد. برای غرب در این سانحه مهمترین موضوع سیاست خارجی ایران و برنامه ایران برای گسترش نفوذش در منطقه خاورمیانه است. نفوذ بیشتر ایران نه تنها در عراق، یمن، سوریه و لبنان، بلکه در دیگر نقاط خلیج فارس و شمال آفریقا. در دولت رئیسی نقش وزیر خارجه کاملا بارز بود. ایشان در گسترش نفوذ ایران در خارج، بیویژه در خاورمیانه، کاملا مشتاق و فعال بود و در ایستادگی در برابر آمریکا بر سر برنامه‌های هسته‌ای و تقویت محور مقاومت شور و هیجان ویژه‌ای داشت. برخی کارشناسان معتقدند آقای رئیسی همچون بسیاری از سیاستمداران ایرانی غرب را همان گونه که است می‌دید.
President Raisi, like many other Iranian politicians, رئیس جمهور رئیسی دریافت که غرب مدافع بشریت نیست، حامی تمدن نیست، دموکراسی نمیخواهد، حامی آزادی نیست و به مقررات و قوانین اهمیت نمیدهد. رئیس جمهور رئیسی درک کرد که غرب عامل اصلی بی‌ثباتی و ناامنی در جهان است. رئیس جمهور رئیسی متوجه شد که غرب یک امپراتور است که میتوان آن را امپراتوری غرب، امپراتوری امریکایی، امپراتوری گاوچرانها یا امپراتوری آنگلو آمریکایی نامید. رئیس جمهور رئیسی غرب را به معنای دقیق درک کرد و از خطرهای غرب و اسرائیل برای ایرانیان کاملا آگاهی داشت. رئیس جمهور رئیسی در دوران ریاست جمهوریش نه تنها برای امنیت و ثبات ایران بلکه منطقه پیرامون ایران گامهایی برداشت. مثلا روابط کشورش را با کشورهایی در سراسر جهان تعمیق بخشید. رئیس جمهور رئیسی ماهیت واقعی و بدون بزک غرب را می شناخت. ذات دولت مردان و صاحبان قدرت در غرب را شناخته بود و می دانست که خطرناکترین عناصر ضد صلح و امنیت در جهان همین صاحبان قدرت در غرب و نیز صهیونیسم است. همین جامعه بینی و آگاهی و بصیرت و تیزبینی ایشان موجب شده بود به گونه سیاست گذاری کند که قدرت ایران در درون و بیرون از کشور بیشتر شود. آقای رئیسی و هیئت همراه برای افتتاح سد مرزی قیزغلسی به آذربایجان شرقی سفر کرده بود که بالگرد حامل ایشان و همراهانش در مسیر بازگشت در جنگل دیزمار در محدوده عمومی بین ورزقان و جلفای استان آذربایجان شرقی دچار سانحه شد. شادیه شمار اندکی از عناصر ضد انقلاب و مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، شماری از هواداران صهیونیسم در انگلیس را نیز دوباره به این فکر انداخت که شاید بتوان از این سانحه برای ایجاد اختلاف، تنش و ناآرامی در ایران سوء استفاده کرد. مجری تاک تیوی از شبکه‌های راستگرایان افراطی و از هواداران امپریالیسم و صهیونیست در انگلیس نظر نظامی پیشین این کشور را که در جنگ‌های عراق و افغانستان هم شرکت داشته است می‌پرسد. حالا که ابراهیم رئیسی مرده است، بیایید درباره جنگ بر سر قدرت در ایران صحبت کنیم. آیا این موضوع به ناامنی در ایران و بی‌ثباتی در این کشور منجر میشه؟ منطقه رو به تنش می‌کشونه؟ می‌دونی که منظورم چیه سایمون؟ در این باره نظرت چیه؟ همان گونه که گفتی، اون نامزد تندروها برای رهبری آینده ایران بود. روی کرده رسانه‌های انگلیسی، ام از راستگرا یا چپگرا در قبال مسائل جهان و کشورها از جمله ایران، بسیاری از کارشناسان را درباره ماهیت این رسانه‌ها به جمع‌بندی خاص رسانده است. ابتدا می‌خواهم بگویم که رسانه راستگرای واقعی در بریتانیا وجود ندارد، همان گونه که هیچ رسانه چپگرای واقعی در این کشور وجود ندارد. حتی رسانه‌های لیبرال هم در بریتانیا وجود ندارند. در واقع آنها اصلا رسانه نیستند. همه آنچه رسانه‌های بزرگ در بریتانیا نامیده می‌شوند در دست صاحبان قدرت در این کشورند. درباره خبری که این رسانه‌ها در بریتانیا درباره شادی چند ایرانی پخش کردند، باید بگویم ابلهانه است که درباره درگذشت یک انسان شماری اندک در مقابل انبوه جمعیت عزادار به شادی و پایکوبی بپردازند. اگر فرد یا افرادی با سیاست‌های یک نفر مخالفند، اشکالی ندارد و می‌توانند آن سیاستمدار را دوست نداشته باشند. اما ابراز شادی، آن هم در برابر مجلس عزاداری، فقط ذات نفرت انگیز و روان پریش این افراد و مدیران رسانه‌های بریتانیا و آن ایرانیان یا اسرائیلی‌هایی را که در این کشور شادی کردند را نشان می‌دهد. این رفتار چندشاور شمار اندکی از افراد در فقدان رئیس جمهور رئیسی، وزیر خارجه و همراهانش عبرت آمیز است. علاوه بر آن، انتشار چند عکس و ویدئوی چند مخالف ایران در بریتانیا همچنین نشان داد نظام تبلیغات بریتانیا و رسانه‌های این کشور در تخیل خود دوست دارند بگویند که پس از درگذشت رئیس جمهور رئیسی، زمان انقلاب در ایران فرا رسیده است تا مثلا آزادی به ایران وارد شود. ادعایی کاملا مزخرف و دروغین. ایران آزاد است. از زمان انقلاب ایرانیان در سال 1979 ایران به مردم ایران بازگشت. پیش از سال 1979 در ایران آزادی وجود نداشت، زیرا ایران مستعمره و رعیت دولت امریکا و بریتانیا بود.
پس از فاجعه فقدان رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران، شماری از رسانه‌های غربی از جمله در ایران تلاش کردند کشورمان با هرج و مرج روبرو شود. اما کارشناسانی که با جامعه ایران بیشتر آشنایند، نظر متفاوتی دارند. از زمان پیروزی انقلاب، ایران به مردم ایران تعلق گرفت و مردم ایران آزادند. علاوه بر آن، اغلب مردم ایران از انقلابشان پشتیبانی می کنند، چون قدردان دستاوردهای عظیم انقلابند، از آن حفاظت می کنند، در برهه‌های مختلف نشان دادند. نیروی نظامی ایران کاملا مقتدر است و انقلاب توانست غرور و افتخار ملی ایرانیان را بازگرداند. ارزش‌ها و اصول تمدنی و فرهنگی مردم ایران را دوباره مطرح کرد و مردم ایران خودشان بیش از دیگران از این دستاوردها آگاهند و به همین علت میتوان فهمید که چرا اکثریت ایرانیان هنوز از انقلابشان حفاظت می‌کنند. همچنین ایرانیان درون آن کشور دریافتند که اندک ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی که در اینجا، در بریتانیا، در امریکا، در فرانسه یا دیگر کشورهای اروپایی زندگی و با خواست ایرانیان داخل کشور مخالفت می‌کنند، بازیچه صاحبان قدرت و جهانگرایان در غربند. مردم درون ایران می‌دانند که اگر این شمار اندک ایرانیان ضد نظام بر کشورشان حاکم شوند، ایران دوباره به مستعمره و رعیت غربی‌ها مبدل خواهد شد. این افرادی که در امریکا، بریتانیا و دیگر کشورهای غربی علیه خاص مردم ایران فعالیت می کنند، می توانند نظرشان را در مخالفت ابراز کنند. من از حق ابراز نظر آنان دفاع می کنم. اگر عده‌ای از ایرانیان در خارج دولتشان را دوست ندارند، اشکالی ندارد. اگر با انقلاب ایران مخالفند، اشکالی ندارد. اما مایلم با آنها بگویم شما با دشمنان مردم ایران در یک گروه قرار نگیرید و اهداف آنان را دنبال نکنید. من مخصوصا نظرم دشمنانی همچون امریکا و بریتانیاست. اسناد افشا شده از اعترافات اعضای سابق گروه‌های مخالف انقلاب ایران نشان می‌دهد همین دو کشور امریکا و بریتانیا از طریق گروه تروریستی مجاهدین خلق بسیاری از ایرانیان از جمله زنان ایرانی را ترور کردند و به قتل رساندند. هزاران بیمار ایرانی در پی تحریم‌های غرب جان می‌بازند. بنابراین افراد اندکی که در امریکا و بریتانیا خود را ایرانی معرفی می‌کنند اما با صاحبان قدرت در امریکا و بریتانیا برای بی‌ثباتی ایران تلاش می‌کنند، اصلا نباید خود را ایرانی معرفی کنند، زیرا در جبهه دشمنان مردم ایران فعالیت می کنند. مقامات نظام ایران به پیروی از خواست عموم مردم آرمان فلسطین را دنبال می کنند. رئیس جمهور و وزیر خارجه شهید نیز از حامیان نیروهای مقاومت و هوادار فلسطین بودند و این ویژگی ها از نظرها دور نمانده است. رئیس جمهور رئیسی دوست و متحد واقعی و قدرتمند مردم فلسطین بود. همچون رؤسای جمهور پیشین ایران و بدون شرط همچون رئیس جمهور بعدی ایران. او عاشق فلسطینیان بود، از آنان کاملا حمایت می‌کرد و در این مسیر هیچ قید و شرطی را نمی‌پذیرفت. حتی یک مورد به یاد نداریم که ایشان در حمایت از مردم فلسطین کوتاهی کرده باشد. او در برابر جنایات و نسل‌کشی اسرائیل و همچنین در برابر حامیان حملات و قتل عام اسرائیلی ها علیه فلسطینیان استوار ایستاد. منظورم از حامیان اسرائیل غرب است. بنابراین در این حادثه مردم فلسطین یک دوست واقعی را از دست دادند. اما باز هم باید یادآور شوم که همه سیاستمداران ایرانی برای خدمت به مردم فلسطین سر از پا نمی‌شناسند. بنابراین اگرچه فلسطینیان یک دوست عزیز را از دست دادند، هر رئیس جمهور دیگری که مردم ایران به جای ایشان برگزینند، بی قید و شرط و عاشقانه از آرمان فلسطینی و آزادی فلسطینیان حمایت خواهد کرد. رئیس جمهور و وزیر امور خارجه فقید ایران نقش مهمی در سیاست خارجی ایران داشتند. اکنون این پرسش مطرح است که آیا با شهادت آیت الله رئیسی و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه فقید کشورمان در سیاست خارجی ایران تغییراتی ایجاد خواهد شد؟ اصول انقلاب ایران مستحکم شده و جامعه ایران آنها را حفظ کرده است. آن اصول تغییر نمی کند، تهدید نمی شوند و تا زمان حمایت مردم تغییر نخواهند کرد. علاوه بر آن، رئیس جمهور ایران اگرچه نفوذ و قدرت دارد و مثلا بر سیاست خارجی اثرگذار است، رهبر عالی ایران است که سیاست‌های کلی را اعلام و اعمال می‌کند.
حتی اگر یک روز رهبر عالی ایران هم نباشد، اصول و آرمان انقلاب ایرانیان وجود خواهد داشت، زیرا جامعه ایران آنها را پذیرفته است. بنابراین رئیس جمهور بعدی ایران حافظ همان اصول و ارزش‌های انقلابی خواهد بود. به همین علت به نظرم پس از درگذشت رئیس جمهور رئیسی، تغییرات چشمگیر در سیاست‌های داخلی و یا سیاست‌های خارجی ایران پدید نخواهد آمد. ایرانیان راهی را که خودشان برگزیدند ادامه می‌دهند و سیاست‌های داخلی و یا خارجی خود را پی خواهند گرفت. تا زمانی که ایرانیان از سیاست‌های داخلی و یا خارجی خود راضی باشند، در این زمینه‌ها تغییری پدید نخواهد آمد. تغییر در سیاست‌های ایران به خاطر حوادث نیست. حتی اگر آن حوادث به بزرگی ترور رئیس جمهور و نخست وزیر ایران یا درگذشت آیت الله خمینی باشد که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود. بنابراین حوادث موجب نمی شود که ایران سیاستهایش را تغییر دهد، بلکه ایران با بررسی و تحلیل اوضاع سیاست جدیدی اتخاذ می کند یا سیاستی را کنار می گذارد. نمونه این تغییرات را در زمان گذار از ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای به هاشمی رفسنجانی در اواخر دهه 1980 دیدیم، یا در دوران گذار از خاتمی به احمدی نژاد دیدیم، یا در گذار از احمدی نژاد به روحانی مشاهده کردیم. یعنی در دوره‌های ایران از محافظه‌کاران به لیبرال‌ها و برعکس تغییر سیاست داده است. اما این تحولات به این خاطر بوده است که نظام ایران آنها را لازم و بهترین روش دیده. تغییرات در سیاست‌های ایران به علت سوانه و زیر فشار زمانی نیست، بلکه با در نظر گرفتن منافع ملی ایرانه. When the election takes place, در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مردم ایران خودشان برای آیندهشان تصمیم خواهند گرفت و رئیس جمهور بعدیشان را خودشان برخواهند گزید. اما باید دوباره تأکید کنم، هر فردی که مردم ایران به عنوان رئیس جمهور برگزینند، مورد حمایت همه مردم ایران خواهد بود و رؤسای جمهور ایران در خدمت مردم ایران، اصول و ارزش‌های ایرانیان و آموزه‌های انقلاب اسلامی ایران خواهند بود. اکنون زمان غمناک و دردآوری برای مردم ایران و به ویژه برای اعضای خانواده رئیس جمهور و همراهان ایشان است. اما ایران و ایرانیان قطعا از این شرایط با قدرت عبور خواهند کرد، زیرا آرمان‌های انقلاب اسلامی کماکان قدرتمند است و تقویت می‌شود. ایران نه تنها در خاورمیانه بلکه در سراسر جهان دوستان فراوانی دارد. بنابراین میراث رئیس جمهور رئیسی حفظ خواهد شد و ایران با هیچ تنش، ناامنی و درگیری روبرو نخواهد شد.